عجب شبیه. میگم خوابیدن رو پشت و بام و تماشای ستاره ها ده هیچ از خواب رو تخت و کنار و کولر جلوتره. قبول داری آقا جان؟ نه. چرا؟ برای ما که کولر فکستنیمون سوخته و تو این گرما هیچ چاره‌ای نداریم. آره تو درست میگی. و الا کدوم عقل سلیمی میاد روی پشت بوم خودشو تقدیم لشکر پشه ها میکنه؟ لعنتی ها آم چشم کردن. بدبختی اینه که بیشتر از نیش زدن پشه این سر صدای وزوزش رو مخه. انگار هدفگیری موشک بالستیک اعلام بود. بازم بور جون مادر از سر ما ببور دیری. از ما به شما نصیحت، محلشان نذارین. بی تفاوتی با اختلاف شیکترین انتقام دنیاست. باز نصف شب شد تو پرده بلا گفتی؟ راستی آقا جان، پنیرمون تمام شده. فردا صبحانه چه بخوریم؟ پسر جان سپیده که زد بلند شو برو دوتا نون بربری بگیر، با چای شیرین میزنیم. تازارم خدا بزرگه. اینجا رو یکی از همکلاسه دانشگاه هم هر روز غذاش استوری میکنه. نوشته صبحونش آب پرتقال با نیمرو اصلیه. واقعا صبح آب پرتقال با نیمرو اصلی میخوره؟ معلومه وضعشون توپه. من یه بار صبح قهوه خوردم، معدم هی میگفت تو خیلی با کلاس شدی، نهار شیشلیک میخوام. چه غلطا، قهوه کجا وردی خوردی؟ نکنه آخونده سرنگون شدن ما خبر نداریم؟ نه آقا جان، رفیقم منوچهر جشن تولد گرفته بود، میخواست سور بده، کیک یزدی با قهوه مهمانم کرد. جشن تولد؟ خوش به حالش. من هنوز وقتی یکی تولد رو با تبریک میگه نمیدونم چی جوابشو بدم. میگم تولد تو هم مبارک بود. تقصیری نداری، تولد تو باید بیشتر به اطرافیان تسلیت گفت. ای وای آقا سفتر، اونجا رو سرکلی دوزه دوباره پیدا شد. ولش کن بابا، ما که چیزی نداریم بخواد بدوزه. او دفعه هم که آمده اون خونه ما یه چیزی هم دستی ازش گرفتیم، بعیده بیاد سراغ ما. اوی دوزدلی، تو نمیخوای بری یه کار آبرومندگیر بیاری؟ آقا رو باش، تو این مملکت اگه کار بود که اون پسر تو از صبح تا شب بره دلت تو خونه خیمه نمیزد. با من بود؟ مگه غیر از تو پسر دیگه هم دارم من؟ عجب دزد پررویه. اگه اسم من دزد پررویه، پس اون بسیجی سپاهیه که یه قلم اختلاسشون توی فولاد 92,000,000,000 تومنه، میشه بگی اسمشو چیه؟ 92,000,000,000 تومن اختلاس؟ اینا با این پولا چی میخرن؟ عمو جان شما یادتون نمیاد چندین سال قبل یه خاوری نامی بود که با اختلاس 3,000,000,000 تومنی ازش به عنوان بزرگترین مختلس تاریخ ایران نام میبردن، ولی این مسئولین نظام ولایی سال به سال طوری رکورد قبلی رو شکوندن که اون 3,000,000,000 در مقابلش پول خورد محسوب میشه. میگم با این پولایی که تو دهه اخیر اختلاس شده تو ایران میتونستیم سوئیس رو بخریم بذاریم وسط تهران به عنوان دکوری. ولی به نظر من بهتر بود جای مذاکره با 5+1 با مسئولین شرکت‌های دولتی و با نماینده‌های چتباز خامنه‌ای مذاکره می‌کردن که دست به پولای مردم نزنن. به نظرم این موجودات خیلی بیشتر از مغول‌ها و تاتارها به اقتصاد ایران ضربه زدن. لامصبا این روزهای آخر حکومتشون حجم اختلاسا رو بردن بالا. با این وضعیت میترسم یه روز صبح از خانه بیایم بیرون ببینیم مملکت بردن دوتا آجر گذاشتن زیرش. مگه اینکه پیش دستی کنیم و زودتر به قول شاعر من و ساقی به هم سازیم و بنیادش براندازیم. ایوالا آقا جان خوشمان آمد، حقا که پدر یه فرزند شورشی هستی. ای باریکلا، حالا نمیشه صبح بریم؟ شب تاریکه ها. تو یکی که حتما باید شبا بیای کار کنی. بلند شو بینم، یه تکونی بخور.